پایان یک سال گروگانگیری و حبس غیرقانونی دانشمند ایرانی در آمریکا. دکتر مسعود سلیمانی، استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران، امروز در پی سفر وزیر امور خارجه کشورمان به سوئیس تحویل مقامات کشور ما شد. آنطور که وزارت امور خارجه اعلام کرده، با تلاش‌ها و پیگیری‌های این وزارتخانه و همکاری نهادهای امنیتی و قضایی و با همکاری دولت سوئیس، دکتر مسعود سلیمانی، استاد دانشگاه که به اتهام واهی دور زدن تحریم‌های غیرقانونی آمریکا بازداشت شد و بیش از یک سال در آمریکا زندانی بود، آزاد شد. آقای سلیمانی ساعتی پیش به همراه آقای ظریف وارد تهران شد. پس از آزادی دکتر سلیمانی، شورای عالی امنیت ملی و نهادهای قضایی و امنیتی موافقت کردند ژاودانگ، شهروند آمریکایی که به جرم جاسوسی در حال گذراندن دوران محکومیت خود در ایران بود، با رأفت اسلامی آزاد و تحویل مقامات سوئیسی برای بازگشت به آمریکا شد. بیشترین چیزی که این زندانبانان و قضات و دادستانهای آمریکایی رو به ویژه عصبانی میکرده، میزان دستاوردهای علمی ایشون بوده و این نشان دهنده اینه که علم و پیشرفت و فناوری که مردم ما توانستن با اعتماد به نفس به اون دست پیدا بکنن، بزرگترین خار در چشمان کسانی هست که خوبی این مردم رو نخواستن. وقتی که من برده بودن که رفتم توی جیل، گفتن که این یه تروریستی بوده که اومده تو امریکا بمب گذاری کنه، ما گرفتیمش به خاطر اینکه بقیه زندانیا به من نتونن نزدیک بشن، فاصله بگن. بعد از یه مدتی به من گفتن که ببین فلانی، تو بد نمیاد که تروریست باشی یا بمب گذار بشی؟ آخه اینا چی میگن؟ گفتم نمیدونم والله اینا چی میگن. بعد یا مثلا انقدر اینا کوچیک و پستن که میگم بعضی موقع ها آدم میبینه که واقعا دشمنش. من گفتم خب خیلی از مریضا منتظرن، خیلی کارشون باید انجام بشه. گفتن خب ببینن مشکلی نیست. این پیداست که مشکلشون با مردم، با ایران ایرانیه.